بله با مزه سوال شما را قطع کردم. بیننده از رای دور از جرمنی روی خط هستن و پرسشان رو میشنیم. پرسشان چی است؟ بله بفرمایید. سلام به شما، وقتان بخیر. بله بیننده محترم آواز ما رو دارین، تماستان برقرار است، بفرمایید. متاسفانه تماس این مخاطب موقت شد، پوزش میخواییم چون از رای دور تماس گرفته بودن از جرمنی. آرزو میکنم دوباره تماسشان برقرار شد و ما بتانیم پرسششان رو بگیریم. حتما مشکلشان جدی بوده. بیننده بعدی ما آقای امانی گفتن سلام به شما، مهمان شما، تشکر. میرلا محمدی هم سلام گفتن، خوبین، تشکر، زنده باشین. آقای محمدی هم گفتن سلام خدمت شما، موفق باشین، تشکر. آقای ازبک، عبدالله ازبک هم گفتن سلام، سلام، یعنی با ما و دکتر صاحب سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی گفته سلام احترامات و به شما و دکتر صاحب محترم، روز وصال شما و به درگاه خداوند قبول باشد انشالله. انشالله. عبدالخبیر هستم از کشور اوکراین، تشکر، زنده باشین. از که بیننده برنامه ماستین. بچه‌ها که تنها هم گفته سلام، خسته نباشین، زنده باشین. اشرف قادری هم گفته سلام، کدام غذا برای صحت مفید است؟ تشکر از پیامایتون، بازم پیامایتون رو میخوانیم. در حال حاضر تماس داریم، بیننده یه پشت خط هستن. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتتون بخیر. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، زنده باشین. مخاطب از شما خوب هستین، بفرمایید. از کجا صحبت میکنین و پرسشتون بابت موضوع امروزتان؟ گفتم که امی به دکتر صاحب میخواستم بگم که روزه را اگه آدم بدون پشهی بگیره چی ضرر زیان خواهد داشت؟ درست است. دکتر صاحب برتن پاسخ میگه. تشکر از تماستان، روز خوش، خدا نگهدار. خوب دکتر صاحب؟ خوب، اول خود نظر اسلام گفته شده، تاکید شده که حتما شما سحری بکنین و ثواب از دهی ده سحری ثواب است. از او خاطر اول شما کوشش کنین سحری کنین. اگر با بر شما خواب شیرین است و شما سحری نمی کنین و اگر شما یعنی بر شما مشکل پیدا نشه، هیچ گونه مشکل دیگه نداره. یعنی اگر شما توان ازیره دارین که بدون سحری شما میتونین که تمام روز روزه باشین، کدام مشکلی خلق نمیکنه. بله اگر توان ندارین باز میتونین که سحری کنین دیگه. آدم توان نداره هم ثواب هم خرما مست، یعنی هم سیر میمونین هم گرسنه نمیشین و هم ثواب. اما بهتر است که سحری از نگاه اسلام بخزیم چون ثواب بیشتر داره. آقای اشرف قادری هم گفتن سلام، کدام غذا برای صحت مفید است؟ خب تمام غذاها به صحت مفید است اگر به اندازه نرمال خورده شود. اگر شما نمیتونین تمام روز مثلا تمام ایام سال و ما سبزیجات استفاده کنین، تمام وقت از پروتئین استفاده کنین، تمام وقت از گوشت استفاده کنین، تمام وقت از میوه‌جات، اگر ما تمام اینا رو ترکیب کنیم، یک ترکیب خیلی خوبی از رژیم غذایی متوازن ساخته میشه که خیلی مفید است. بله بیننده بعدی ما آقای همدر شفیق الله همچنان سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما همتن سلام، خوب هستین، تشکر، زنده باشین. توریالای جان و مریم همتن سلام به شما، گردانه موفق برنامه، یک سلام گرم تقدیم دکتر صاحب. توریالای عمری هستم از کابل، سوال داشتم از دکتر صاحب، آیا از غذای سری استفاده نماییم؟ ابی قسم یک سوال داشتم. غذاهای سری خوب خیر، سوالشان دوباره استفاده کن. اگر میشه یک بار دیگه هم سوال تانه تو ریالای جان با ما در میان بگذارین. بله. بیننده بعدی ما گفتن سلام تقدیم دکتر صاحب، خواهر عزیزم شما موفق باشین. آقای زبی هستن، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی ما آقای محمدی گفتن سلام، صبح زیبایتون بخیر. محمد زیا هستم از آمریکا، تشکر آقای زیازی که بیننده برنامه ما هستین. دیگه ایچ چاش دست. صبح شما بخیر. سبقت الله تنها گفتن سلام بردوی شما، زنده باشین. سایره سایره شمالی گفتن سلام علیکم، زنده باشین. فهیم جان مجددی باز هم تشکری کردن از دکتر صاحب و از موضوع برنامه، تشکر از شما هم. بیننده بعدی ما هم سلیم جان هستن، گفتن اگر کسی مرض شکر و داشته باشد آیا روزه بگیرد یعنی؟ خب بسیار خوب، کسایی که شکر چند نوع است؟ یک شکر تایپ اول است، یک شکر تایپ دو است. کسایی که شکر نوع اول دارن که دو افراد، یعنی ابتدا توسط دکتر تشخیص میشه که اینا نو اول است یا نو دوم. از کسایی که شکر نو اول دارن اکثرا به اینا روزه توصیه نمیشه. اما کسایی که باز هم یعنی اون مریضای شکر میتونن که روزه بگیرن که سویه شکر خونشان به صورت درست و دقیق کنترل شده باشه. اما اگر مریضای شکر خب ابتدا گفتیم روزه نگیرن، اگر اینا روزه میگیرن و اصرار به این دارن که روزه بگیرن، اینا با چند موضوع به یاد داشته باشن. به خاطر اینا باید علائم هایپوگلیسیمیا یا کاهش سویه قند خون اثر نرمال بدانند. اگر هر زمان اینا سردرد شدن، هر زمان اینا لرزه پیدا کردن، عرق سرد بالایشان آمد، احساس ضعف پیدا شد نزدشان، اینا تماما یا حتی بعضی وقت اینا بالات کما میرن.
اینا تمام نشانه های هایپوگلیسیمی است که اینا باید باز روزشان افطار بکنن. اما در مجموع به مریضایی که تایپ اول دیابتیس میلیتوس دارن، نظر تیبی و دیابتشان کنترل نشده باشه، اونا باید روزه نگیرن. اما کسایی که دیابتشان کنترل شده باشه، خیر روزه بگیرن. اما این موارد را که ذکر کردیم، علائم هایپوگلیسیمی را بدانند که باز مشکل ساز نشود. بله، تشکر بامید از که برادر ما جواب سوال خود گرفته باشن. بینید بعدی ما منصور شریفی گفتن سلام تقدیم به شما و مهمانتون، تشکر زنده باشین. برادرم اکبر جان همچنان سلام گفتن خدمت سونیتا جان عزیز و دکتر محترم، تشکر زنده باشین. بیننده بعدی ما گفتن سلام و البته آقای عزیز الله هستن، زنده باشین آقای عزیز الله. و همچنان پیام دیگر گفتن سلام به شما، اگر کس تکلیف میده داشته باشه روزه بگیرید، کدام مشکل انشالله ندارد. ولی الله هستن، تشکر دکتر صاحب. خب از نظر طبیب تکلیف، اما قبل از اینکه تماستانی بینید ری خط هستن و پرسش دارن. بله بفرمایین. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ مقصود از شما از کارتینه و شما از دمادارم. خواهش میکنم، زحمت نیست. مقصود جان بفرمایین. در رابطه با رژیم غذایی امروز دکتر صاحب صحبت میکنه؟ بله، در رابطه با رژیم غذایی در محبار رمضان. بسیار خوب، نیمه مبارک رمضان چه قسم یک نوای خونز غذای منظم ما تنظیم بکنیم که فایده من برای ما باشده میرم ازا. درست است، برای شما دکتر صاحب معلومات رای میکنن. تشکر از تماستان، وقت خوش، خدا نگهدار. اینا من نو به برنامه پیوستم، از خود شاید خبر نبودن، خیر بزنا یک ریویو بگم. اما ابتدا به سوال برادر ما بود یا خواهر ما که اینا گفتن که یک کسی مثلا مشکل میده داشته باشه، آیا روزه بگیرن یا نگیرن. خب ما به کدام مریضای میده میگیم که روزه بگیرن و کدامشون میگیم روزه نگیرن؟ ما تنها به اون مریضای میده که اونا زخم فعال معده داشته باشن و با نخوردن غذا دردشان تشدید شوه یا زیاد شوه، یا او ادمه ریزای معده که ولو هر مشکل معده داشته باشن که اگر روزه بگیرن و روزه باعث مشکل به زینا شوه، مثلا درد در معدهشان پیدا شه، سوزش پیدا شه و اینا، یک مشکل غیر قابل کنترل یا پیدا کنن، باز اینا میتونن که روزه نگیرن. اما سایر مریضای معده میتونن که روزه بگیرن. من امروز یک مریضی را دیدم که گفت قبل از اینکه ماه مبارک رمضان بود خیلی معده درد بود، حالی که رمضان است که روزه میگیره کاملا آرام است. اما باز یک تعداد افراد هستن که در رمضان اکثرا دردشان زیاد میشه، مشکلشان شدید میشه، باز به زونات توصیه نمیشه که روزه بگیرن. با امید که برادر ما جواب سوال خود گرفته باشن و بیننده ما که تماس گرفتن گفتن رژیم غذایی. بله، خب رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان قسمی که ما باید از تمام غذا استفاده کنیم، پرخوری نکنیم، با اندازه که قبل از رمضان استفاده میکنیم به مو اندازه استفاده بکنیم و همچنان در سحری کوشش کنیم که از چیزهای ترش و تند و تیز استفاده نکنیم، از غذاهای مثل لوبیا و کچالو و نخود و برنج و گوشت اینا استفاده کنیم که زود هضم نمیشه و شما جریان روز احساس گرسنگی زیاد نمیکنین، و در افطار هم غذاهای نرم استفاده کنین تا اینکه معده با مشکل مواجه نشه. بله، و در صورت توانمندی در وعده‌های غذایی از سبزیجات و میوه‌جات هم استفاده کنین. بیننده های زیادی پیام فرستادن، میبینیم که دیگر چی سوالا هسته. برادر ما محمد مجید گفتن سبزیجات استفاده کنید، خیار، رومی، ترباز، آب. تشکر از توصیه شما. اینا جواب دادن. بله، اینا جواب دادن. سید جاوید هم سلام تقدیم کرده. بیننده بعدی ما گفته سلام، مریم هستم از آلان. بسیار تشکر از برنامه زیبایتون. تشکر مریم جان. هدایت جان هم سلام تقدیم کردن. سید جواد هم گفتن سلام، خوب هستین، تشکر، زنده باشین. خانم جمیله نورستانی هم گفتن سلام بر شما و دکتر صاحب، خواهر عزیز سونیتا جان سروش، روزه و نمازم قبول، تشکر، زنده باشین. فکر میکنم که بیننده دیگری هم روی خط هست، همکارای تکنیکی ما میگن که تماس داریم. بله بفرمایید، سلام به شما. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر، بفرمایید. محبوبی هستم از ناروی به تماس داریم. آقای محبوبی خوش آمدین به برنامه رمز زندگی، میروانی بفرمایید. از دکتر صاحب یک سوال داشت، ما اینجا آذان نمیشنویم. بله. خب سوال شما چی بود؟ ما از این برنامه که یک برنامه دانلود میکنیم، از این ما آذان میشه با سر از امون روزه خب تشکر برای ایره مربوطه
عالمای دین میشه. حتما در برنامه بعدی همکاران ما در بخش هایی که مربوط به این موضوع و پرسش هسته شما را مشوره لازم و کافی خواد دادن، مخصوصا برنامه چراغ هدایت که همه روزا نشر میشه. شما میتونید در برنامه تماس بگیریم. بازم تشکر از شما که پرسش داشتین و از اینکه مخاطب صفحه مجازی فیسبوک شبکه جنرال تلویزیون آریانا هستیم. خب برمیگردیم سراغ پیام ها و میبینیم که برادران ما و بیننده ما چی پرسش هایی داره. آقای تنهام سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما سلام احترامات خدمت شما خواهر و همچنان برنامه خوب شما تشکر، روزتان قبول، زنده باشین. سعید جواد هم بودن، برنامه خوبتان میبینم، تایید، تشکر، زنده باشین. از شما هم تشکر. کریم جان هم گفتن سلام علیکم، چی خبرها، تشکر، خوبم، زنده باشین. خیریتی سی طرف آقای تنها گفتن با مهمان برنامه هم سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما سعید محمد گفتن سلام بر شما و دکتر صاحب، به نظر دکتر صاحب خوردن سمارق بعد از افطار چی نتیجه داره؟